ایران میگوید تا زمان لغو کامل تحریم ها و تعهدات کامل خود در برجام بر نمی گردد. تهران بار دیگر آمریکا و اروپا را خاطی اصلی در برجام خواند و اعلام کرد تنها راه برگشت به توافق هسته‌ای توقف سیاست های غلط دونالد ترامپ است. آن طرف آمریکا هم از ایران خواست با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند. مدیر کل آژانس اما میگوید مذاکراتش با تهران به یک نتیجه مطلوب و دستیابی به یک تفاهم‌نامه منطقی پایان یافته. مراکز هسته‌ای ایران، جایی که این روزها به یک تنش بالقوه مبدل شده، بیشتر از همه برای آمریکا و پس از آن رژیم اسرائیل. دیروز آیت الله خامنه‌ای اطمینان داد که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. او گفت دستیابی به سلاح هسته‌ای ممنوع، زیرا شریعت اجازه ساخت آن را نمی‌دهد. اما با این هم نگرانی آمریکا همچنان باقی است، به خصوص پس از نشر گزارش رویترز که به نقل از آژانس بین‌المللی اتمی گفت ایران در ماه‌های اخیر 17 کیلو 600 گرم اورانیوم 20% تولید کرده. حالا طرف‌های اروپایی در برجام و در عین حال ایالات متحده توافق ایران با آژانس بین‌المللی اتمی را خطرناک و اقدامات اخیر تهران را نقض صریح توافقنامه برجام خواندند. گزارش آژانس انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران همچنان در حال نقض محدودیت‌های خود در برجام است. اما اینجا رافائل گروسی با شرکت در یک نشست مجازی اعلام کرد که توافق با تهران در روزهای اخیر موفقانه و نتایج آن منطقی و قابل قبول بوده است. توافقی که تا هنوز محرمانه باقی مانده. اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران توافق نمی کرد، اقدامات امروز ایران در خصوص بازرسی ها بدین معنا بود که آنها گام های را برمی دارند که دیگر قابل بازگشت یا بازیابی نیست. نه تنها گروسی که جواد ظریف هم از توافق بمیان آمده خرسند است. اجرای در واقع پادمان ادامه پیدا میکنه. پادمان تعهد جمهوری اسلامی، قانون مجلس هم اجازه اجرای فراتر از پادمان رو نمیده. این به معنی این است که ادامه پیدا میکنه همکاری ما با آژانس. با این حال تنها خواست ایران در برجام لغو تحریم هاست. فرمانده سپاه پاسداران اما میگوید تهدیدها و تحریم ها نه تنها ایران را تضعیف نکرده که قدرتمندتر ساخته است. هر تهدیدی علیه این مملکت درست کردند و علیه این فرهنگ، چه در چارچوبه مرز ما و چه خارج از آن، اون تهدید به حول و قوه الهی تبدیل شد به بهترین فرصت. خلاصه برجام این روزها در لبه پرتگاه قرار دارد. تأخیر و یا کوچکترین غفلت ممکن است این توافق را نابود کند. بیننده های عزیز و ارجمند، برای بحث در این باره از محمد جواد محدثی آگاه روابط بین الملل پرسیدم که چرا واشنگتن و متحدانش نمیخواهند که دوباره به این توافق جهانی برگردند؟ برخی از متحدین آمریکا هم دنبال برگشت به برجام منتها هستند، اما با یک سری شرط و شرایط بیشتر یا مشروط به یک سری شرایطی، و او دست برداشتن ایران از بالاخره فعالیت های منطقه‌ایش هست و همچنین تعهد بیشتر ایران برای اینکه به فعالیت های منطقه‌ای و همچنین موشک های بالستیک یا به اصطلاح تکثیر موشک های بالستیک و امثال اینا را نداشته باشه، که ای باز برای ایران یا جمهوری اسلامی ایران یک کمی ممکنه دشوار باشه، هم به لحاظ داخلی که یک سری سیاسیون با این موضوعات مخالفت خواهند داشت و هم به لحاظی که سیاست های امو بالاخره منطقه‌ای ایران در برابر برخی از کشورهای عربی که مانند عربستان هست اتفاقا و به همین بحث می‌خوایم بپردازیم.
ممکنه بالاخره منافع ایران را به خطر بیاندازه. از این راه گذر است که ایران هم چنین توقعات را ممکنه جامعه عمل نپوشانه. آقای مهندسی، با توجه به سفر اخیر مدیر کل آژانس بین المللی اتمی به ایران و همچنین موضع‌گیری های اخیر جدید ایران و امریکا، چه فکر میکنین؟ آیا احتمال پایان این توافق بیشتر هست یا احیای این؟ ما برداشت ما ای است که ایران واقعیت امر ای است که تمایل خودش به اصطلاح مذاکره و همچنین برگشت آمریکا به برجام نشان داده و حسنیت خودش نشان داد برای که هیئت به اصطلاح بازرس اتمی یا بحثای هسته‌ای را اجازه دادند و یک سری صحبت های هم برش انجام شده برای که به صورت محدود میتونه به اصطلاح دیدن داشته باشه از مناطقی که حالا گمان میره که اونجا بحث تولید بیشتر اورانیوم یا غنیسازی آب اورانیوم را ایرانی ها انجام داده باشند. و این نهایت حسنیت ایران است نسبت به به اصطلاح امو معاهدات بین المللی و همچنین سازمان ملل متحد و حتی ایالات متحده آمریکا و اروپایی ها. و برداشت ما ای است که آمریکایی ها هم ممکنه بالاخره آقای بایدن بیاید به سمت یک مذاکره و یک توافق با ایران.